انتخابات مقدماتی درون حزبی جمهوری خواهان فردا سه‌شنبه در ایالت واشنگتن در شمال غرب آمریکا برگزار می شود. دموکرات ها اما تا 18 خرداد ماه آزمونی ندارند. دو داوطلب باقی مانده در مبارزات انتخاباتی دموکرات ها با استفاده از این فرصت حمله های خود را متوجه تک داوطلب حزب جمهوری خواه یعنی دونالد ترامپ کردند که رقیب احتمالی آنها در انتخابات سراسری آبان ماه خواهد بود. فرهاد پولادی گزارش می دهد. دونالد ترامپ تک داوطلب جمهوری خواه باقی مانده در این حزب میزان محبوبیت خود را فردا سه‌شنبه در ایالت واشنگتن به بوته آزمون می‌گذارد. وی که سه هفته دیگر 70 سال تولد خود را جشن می‌گیرد، تاکنون توانسته حمایت 1161 نماینده حزبی را در انتخابات مقدماتی درون حزبی به دست آورد. وی برای دریافت نامزدی خودکار حزب به حمایت 1237 نماینده حزبی نیاز دارد. و اما در حزب دموکرات فردا انتخابات درون حزبی برگزار نمی شود. انتخابات آتی آنها در 6 ایالت در 18 خرداد ماه برگزار خواهد شد. سناتور سندرز در ایالت کالیفرنیا پرتعدادترین ایالت از نظر نمایندگان حزبی با خطاب قرار دادن رهبران حزب دموکرات خواست که توجه یکسان به هر دو داوطلب داشته باشند. شواهد عینی در تقریبا همه نظرسنجی‌های سراسری نشان می‌دهد که ما در مقایسه با خانم کلینتون می‌توانیم ترامپ را با فاصله بیشتری شکست دهیم. در حالی که خانم کلینتون صرفاً با 3 امتیاز جلوتر از ترامپ است، ولی فاصله ما با او 15 امتیاز است. من به همه اعضای حزب دموکرات و به ویژه آنهایی که به کنوانسیون ملی حزب می روند می گویم اگر به دنبال نامزدی قوی تر برای شکست ترامپ هستید، کارزار ما را برگزینید. بانوی اول پیشین آمریکا بیش از 3 میلیون رای و حمایت 760 نماینده حزبی از رقیب سرسخت خود جلوتر است. هفته گذشته خانم کلینتون در تقریبا همه مصاحبه‌هایش خود را رقیب آقای ترامپ در انتخابات سراسری اعلام کرد. I do not want Americans and good thinking Republicans as well as Democrats and Independents. من نمی‌خوام شهروندان آمریکا ام از جمهوری‌خواه، دموکرات و مستقل‌ها به این باور برسند که نامزدی وی یک نامزدی عادی است. فقط به مطالبی که طی هفته پیش گفته دقت کنید. به نزدیکترین همپیمانانمان بریتانیا حمله لفظی کرده، از دیکتاتور کره شمالی ستایش کرده، بار دیگر خواستار خروج از ناتو شده و میگوید که کشورهای دیگر باید تسلیحات اتمی داشته باشند، خواستار بازگشت شکنجه است. خب همه این موارد فراتر از منطق است. انتخابات مقدماتی تا اواخر خرداد ماه ادامه دارد. در کنوانسیون ملی هر حزب که در تیر و مرداد ماه برگزار می شود، نامزدان هر دو حزب برای رویارویی در انتخابات سراسری معرفی می شود. انتخابات سراسری در نیمه آبان ماه برگزار می شود. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.